من یه سوالی محضر از اتالی داشتم، آیا فشار مقامات امنیتی به اصطلاح و ساواکی ها تنها منع منبر و جلوگیری از منبر بود، یا اینکه از راه های دیگه هم احیانا در صدد اذیت شما برمی آمدن؟ بله، مجاری مختلف بود. اینها حتی در اون مجلس ایالتی و ولایتی که علم مصاحبه کرد، چرخ زمان به عقب بر نمی گردد و خواست در واقع امام سرها را مرتجعینی به حساب بیاورد که میخوان مردم رو به قهقرا برگردن، به عقب برگردونن. اینو روزنامه ها نوشتن. من شب رفتم منبر، در مسجد ارگ صحبت کردم و همین کلمه را آخر ماده شعاری قرار دادم. گفتم روزنامه ها نوشته بود که آقای علم گفته چرخ زمان به عقب بر نمیگردد و خواسته بگه علما میخوان به عقب ما رو برگردونن، ولی خیلی اشتباه کرده ایشون. ما باید به علم بگوییم آقای علم چرخ زمان به عقب بر نمیگردد. این مملکت یک روزی دوره استبداد داشت، مردم قیام کردند، علما کردن، مجتهدین قیام کردن، مراجع نجف قیام کردن، علمای تهران قیام کردن، همه خون دادن، کشته دادن، مشروطه به وجود آوردن و قانون اساسی، و در قانون اساسی هم نوشتن به این که قوانینی که مجلس وضع میکنه باید منطبقه با شرع مقدس باشد. خب بنابر اینه، اما حالا شما در این مملکت بعد از اینکه مشروطه آمده و مجلس آمده، شما چرخ زمان رو به عقب برگردوندید، دوره استبداد رو سر گرفتید و رفتید تو اتاق دربسته نشستید، تصویب نامه گذروندید به عنوان انجمنهای ایالتی و ولایتی، شرط مسلمان بودن رو برداشتید که غیر مسلمان ها رو قاطی کنید، کلام الله مجید و قرآن را سوگنده به قرآن مجید رو به کتاب آسمانی آوردید که بهایی ها رو حمایت کنید و بخواید کتاب اقدس رو بیارید. این معنی چرخ زمان به عقب بر نمیگردد. گفتم به نظر من این حرف رو باید امشب شما با صدای بلند بگید آقای علم چرخ زمان به عقب بر نمیگردد، مملکت مشروطه قانونی مستبد نمی شود. مردم شروع کردن گفتن. این خبر منعکس شد. فردا شب ما رفتیم دیدیم که مسجد ارگ همش پر بود، حالا خیابونم را نیست، خیلی آمدن. ما رفتیم منبر. من که از ماشین پیاده میشم دم مسجد آیت الکرسی میخونم، خودم رو به خدا میسپارم و بعدم میام در ماشین سوارشم. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و جعلی من لدنک سلطانا نصیرا. خلاصه این ما پناهگاه اساسیمون ذات اقدس الهی است. اون شب من یکی از عنایات خدا که اثر آیت الکرسی است مال اون شب، بنده تو تاکسی نشستم آمدم تنها، دم در منزل تو خیابون ری رسیدم،
کسی لب نهر تکه داده بود به یه درختی که اول پیاده روه تو خیابون نشسته بود. منم خب یه آدمی خسته شده نشسته. من آمدم کلید داشتم، در رو وا کردم رفتم تو. اونا به ماشین ما خبر داده بودن. این مرد بعدن معلوم شد پنج بوکس حاضر، خیلی هم قوی، این مأموریت داشته که وقتی من پیاده میشم، چون گفته بودن بهش ماشین شلیلت سیاه فلانی پیاده میشه، حالا یا بزند به نقطه‌ای که بکشه یا بزند به نقطه‌ای که ضربه مغزی داشته باشه قدرت نطق رو از بین ببره، عوارض ایجاد کنه، لغوه ایجاد کنه، خلاصه فلج بکنه و از کار بندازه. یه همچی مأموری بود، من نمیدونستم. در وا کردم من رفتم تو. به فاصله 5 دقیقه شد، من تو پله ها بودم، یک وقت دیدم که سر و صدا و قال و قوقا و در خونه ما به هم خورد و کشاکشی. راننده من یک جوان ورزشکار قوی، یکی از افراد دیگه هم که تو منزل ما خدمتگزار است و به آیون در روز چای میداد، اونم یک جوان ورزشکار قوی. این دوتا تو ماشین بودن. این تا ماشین شلیلت ایستاد پیاده شد اون مستخدم که در رو وا کنه، این پرید با او گلاویز شد دنبال من. منو نمیبینه. آقا بعدن فهمیده بود که اونی که اول در رو وا کرده من بودم، حمله کرد بیا تو. این دوتا با هم، این دوتا از یه طرف، اون یه نفر از یک طرف. آه من فردا که آمدم 5 بوکس این خورده بود به این جرز دیوار، گچ رو و اون گچ خاک پشتش رو سوراخ کرده بود عمیق. خلاصه این دوتا اینو گرفتن به زور و انداختنش رو ماشین، بردن کلانتری محل ما تو بازار پامنار، گفتن جریان اینه و دادنش به کلانتری. خوب فردا صبح رفتن ببینن چطور شد، پرونده شده، گرفتنش، باید دادسرا بره. بعد که رفتن کلانتری گفتن دیوانه بود، ولش کردیم رفت. این یکی از کارهایی بود که قد دارم سواک در باره من کرده بود. نمیتونم بگم کشتن یا ناقص کردن، خلاصه از کار انداختن و از انتقادهای من مسون موندن. یه نمونه بود که در زندگیم اتفاق افتاد و الان هم شکرگزار خداوندم. خدا عنایت کرد، این کار بشر نبود. باید اونا به فکر بیفتن ماشین رو از مسجد دور کنن، باید تاکسی که پیدا نمیشد بیاد لابلای جمعیت. واقعا اذا اراد الله به شیئن یا شیئن حیع اسبابه. الحمدلله و السلام علیکم و رحمت الله. با تشکر از خاطرات ارزشمند و تاریخی حضرت حجت الاسلام و المسلمین دانشمند معظم آقای فلسفی، به جلسه امروز پایان میدیم و انشاءالله دنباله این خاطرات ارزشمند و تاریخی را در فرصتهای دیگه پی میگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله.